روز 14 اسفند تلویزیون رژیم به نقل از پاسدار ساجدینیا سرکرده انتظامی تهران بزرگ یک طرح امنیتی را برای روزهای 15 تا 30 اسفند اعلام کرد که بیانگر وحشت رژیم از انفجار خشم مردم با استفاده از فرصت جشن ملی چهارشنبه سوری است. تلویزیون رژیم گفت خبر آخر این که فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای دو طرح امنیتی و ترافیکی در دو مرحله، یکی از 15 تا 30 اسفند و دیگری از اول تا 15 فروردین 92 خبر داد. بحث استقرار 250 ایستگاه پلیس به اضافه 150 ایستگاه پلیسی که داریم در سطح شهر تهران هست. قابل ذکر است که احمدی مقدم سرکرده نیروی انتظامی هم روز 9 اسفند با وحشت زدگی در یک هشدار توخالی گفت از تجمع جوانان در پارک‌ها و اماکن مختلف در روز چهارشنبه سوری به شدت جلوگیری می شود. وی مایوسانه دست به دامن پدر و مادرها شد و گفت کاری کنید که انرژی جوانان در کنار منازل تخلیه شود. منظور از انرژی جوانان همان خشم آتشینی است که فکر آن رژیم را به لرزه در می آورد. احمدی مقدم در اظهارات دیگری که روزنامه حکومتی اعتماد درج کرد گفت ما مخالف برگزاری جشن‌های چهارشنبه سوری به صورت هدفمند در برخی بوستان‌های پایتخت هستیم، چرا که این موضوع باعث ایجاد درگیری و مزاحمت برای شهروندان می‌شود و در برخی موارد ماموران پلیس مجبور به دخالت در برخی جشن‌هایی که تا ساعت 3 بامداد نیز در این پارک‌ها طول می‌کشد شده‌اند. ما مخالف هر گونه تجمع هدفمند هستیم. اعلام کشف‌های میلیونی مواد محترقه از یک سو و از سوی دیگر گستردگی تدارک جوانان برای تبدیل جشن ملی چهارشنبه سوری به یک قیام سراسری وحشت رژیم را نشان می‌دهد. خبر اول این که در راستای اجرای طرح سراسری برخورد با عاملین توزیع مواد محترقه طی 5 عملیات جداگانه شامل بازرسی از منازل، واحدهای صنفی و شناسایی انبارها در شهرستانهای کرج، همدان، اهر، آزادشهر و گنبد کاووس با کشف بیش از 1,370,000 عدد انواع مواد محترقه و 2 تن اکلیل. با این همه خبرهای رسیده از شهرهای مختلف کشور و سر و صدای ترقه ها حکایت از آن دارد که جوانان به طور گسترده‌ای به استقبال چهارشنبه سوری رفتند و وحشت فزاینده رژیم بی دلیل نیست. به گزارش یکی از جوانان از تهران، رژیم هر موضوع و خبر آتش سوزی و انفجار کپسول و غیره را به چهارشنبه سوری و مواد محترقه ربط می دهد تا شاید در عزم مردم برای برگزاری چهارشنبه آتشین و تبدیل آن به یک خیزش سراسری خلل ایجاد کند. به عنوان نمونه ترکیدن یک کپسول گاز در یکی از خانه‌ها در تهران را طی یک خبر جعلی به انفجار مواد محترقه ربط داد، در صورتی که این موضوع هیچ ربطی به مواد محترقه نداشت.